سلام و درود هستم، امیدوارم خوش اومدید. خوش اومدید به آموزش جدید. تو این آموزش اومدیم موزیک نصر به اسم تنهایی رو یاد بگیریم. خیلی ازتون درخواست کرده بودید، من گوش نده بودم، گوش دادم و الان با هم دیگه می‌خوایم فقط آموزش رو ببینیم. موزیک کلا با گیتاره و برای یاد گرفتنش ما باید آکوردای فا مینور، فرد 8، فردال کردید فا مینور فرد 8 و دو دیز ماژور و دو مینور، دو ماژور و ری دیز ماژور رو بلد باشیم. اوکی، یه نکته ای که داره، حالا من آرپژش رو بهتون میگم. روی فا مینور ما این حرکت رو باید انجام بدیم، یعنی انگشت دومون رو برداریم و همه رو پول آف کنیم، یعنی پول آف که نداره، فقط همه. روی دو مینور هم این کار رو باید انجام بدیم. اوکی، این دو مینورمونه، منطقه انگشت سمونه میام یه دونه پایین تر میگیریم و این حرکت انجام بدیم. میتونیم کلش رو بگیریم، این حرکت رو انجام بدیم، کاملا دل بخواهیه. و روی ردیز ماژور هم ما این کار رو انجام میدیم، یعنی این حرکت هستش. فقط تنها جایی که انجام نمیدیم روی دو دیز ماژوره که اینجا هم را نمیده. را میده، خیلی سخت میشه، اینجوری میشه، کل باره رو باید بیاید و بیاید عقب بیاید جلو. اوکی؟ و آرپژ موزیک به این شکله. و یه جایش هم تغییر میکنه، مثلا میایم رو ردیز ماژور به این شکل میزنیم. اوکی، که اینو من بهتون قشنگ توضیح میدم. قسمت کار سکار کلن اینجوریه که بریم سراغ آرپژه. روی فا مینور ما یه 5-4-3-2 با هم میزنیم به این شکل و بعد سریع اسلپ میزنیم. پس اوکی، و بعد اینجاست که اون حرکت رو باید انجام بدیم. پس اوکی، پس و بعد از که اینو زدیم یه 5-4 دوباره اسلپ میزنیم. پس اوکی، و بعد میاییم روی دو مینور، ما همینو میزنیم دقیقا منطقه سیمی بیسمون، سیمی شیشه. اوکی، و بعد میایم رو دو ماژور، ما این حرکت رو نمیزنیم ولی دوباره سیم باسمون شیشه، 5-4-3-2 یه دونه اسلپ و بعد دوباره 5-4. پس و وقتی که میایم روی دو ماژور، ما به جای این حرکته یه بار 2-3-4 رو با هم دیگه میزنیم. پس اینجا رو دو ماژور دو دیز ماژور میشه. اوکی، پس 5-4-3-3-2 با هم میخوره، 5-4-3-2 اسلپ، 4-3-2 با هم دوباره یه 6-4 میخوره با اسلپ. و روی آکورد ردیز ماژور هم اینجا ما به این شکل میزنیم. اوکی، ما یه 5-4-3-2 با هم میزنیم، سری اسلپ. اوکی، و اینجا سیم 2 رو میزنیم با انگشت 4، یه همر انجام میدیم. پس و دوباره 5-4 اسلپ، این قبلی ها. پس نتیجه همون چی شد؟ فا مینور، دو دیز ماژور، دو مینور، با ردیز ماژور. کل موزیک رو همین 4 تا آکورد میچرخه با همین آرپژ.
دقیقا، منتها ترتیباشون تو ورسو کاروس دیگه عوض میشه که من براتون کامل زدم، متوجه میشه که ترتیباشون به چه شکله. مثلا تو کاروس ما یه ترتیب داریم، یه توالی آکورد داریم و تو یه ورس یه توالی آکورد دیگه داریم و یه دونه زیرش یه ملودی داریم ما، یه ریف مانند داریم که دقیقا همین آکورداست، منتها داره به این شکل زده میشه. یعنی شما فامینو رو بگیرید اینجا و سیم یک و دو رو بزنید به این شکل میشه. و بعد بیاید رو دومینو اینی، فقط سیم یک و دو زده میشه با همون آکوردا، دقیقا ترتیبش هم همون آکورداست که آکوردای با کاپامون هم به این شکل میشه. ما کاپامونو میذاریم روی فرد 8 و آکوردامون میشه لا مینور، فا ماژور سر دسته، می مینور، می ماژور و سول ماژور. اوکی، آکوردامون هم توی با کافو به این شکله، ولی ریف زدنمون یا همون آرپژ زدنمون دقیقا همون شکلی، هیچ فرقی نکرده. رو لا مینور ما میزنیم 5-4-3-2 با هم میخوره، سریع اسلپ میخوره و بعد انگشت یک یه همر میزنه روی فرد یک سیم دو پس و بعد یه 5-4 اسلپ. اوکی، و بعد آکورد فا ماژور سرلسمون ما اینجا بازم نمیتونیم این حرکت رو انجام بدیم، اگه بخوایم انجام بدیم بعد این بارمون رو روی فا ماژور سرلسه ورداریم، ولی خب ضرباتمون این همون قبلی است. اینجا 4-3-2 میزنیم اسلب و بعد 2-3 با هم میخوره و بعد دوباره 4-3 اسلب به این شکل میشه. بر روی می مینور ما به همون شکل، اینجا سیم باسمون میشه سیم 6 و ضرباتی که میزنیم میتونیم مثلا این نوتو نگیریم، فقط این نوتو بگیریم و ضرباتی که میزنیم 6-4-3-2 با هم میخوره اسلب و بعد دوباره این همرمون انجام میشه، سیم 2 رو میزنیم همر و بعد 6-4 اسلب که سرجم به این شکل میشه. و سول ماژورمون رو داریم که انگشت 3 فقط کافی اینجا باشه، ما 6-4-3-2 رو با هم میزنیم اسلب و بعد اینجا دوباره و بعد 6-4 اسلب به این شکل میشه. که گفتم من آرپژا رو روی هر آکورد دارم توضیح میدم چون که ورس با کورس توالیش فرم میکنه و براتون یه بار از اول تا آخر، تا آخر که لازم نیست، از اول تا وسط موزیک چون دوباره تکرار میشه براتون میزنم، بدون کاپو با کاپو براتون میزنم. اون ریفم توی با کاپو هیچ فرقی نکرده، دوباره ما روی هر آکورد 1-2-1-2 میزنیم، مثلا رو لا مینور اون ریفی که زیرش میخوره، رو فا ماژور سرسه مینیش فرق نمیکنه، فقط کافی آکوردو بگید و 1-2-1-2 بزنید با همون توالی آکوردی، فرق نمیکنه. خب بریم سراغ ریتمش. ریتمش هم با هم یاد بگیریم. موزیکو که من با ریتم نمیزنم چون کلا آرپژش هم خیلی قشنگه، اگه سعی کنید آرپژش یاد بگیرید خیلی بهتره، ولی اگه نتونستید آرپژش یاد بگیرید و فقط خواستید با ریتم بزنید با این ریتم میتونید بزنید و توالی آکوردام هم دقیقاً همونه. ریتم به چه شکله؟ 1-2-3-4-5-6-F 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 1-2-3-4-5-6-7 ضرب 4 و آفوگادوه ریتم عوض میشه 1-2-3-4-5-6-F 1-2-3-4-5-6-F خب بریم با هم دیگه موزیک رو یه بار بزنیم، گوش کنیم ببینیم چجوریه. موسیقی
گفته بودم میرم جوری که نمونه فردا، بس بزن دیرش بزن زیر گریه آروم، من یه